لافها و گزافهای اسماعیل خطیب در مجلس، وزیر اطلاعاتی که قبل از هر چیز یادآور علی فلاحیان است. من مهدی مهدوی آزاد و امروز یک شنبه 28 مرداد 1403، 18 آگوست 2024. خانم آقایان، خوش آمدید به چشم انداز. خانم آقای، مجلس شورای اسلامی، اگه دقیق تر بخوام بگم مجلس حکومت اسلامی، امروز صلاحیت وزیر اطلاعات مسعود پزشکیان یعنی اسماعیل خطیب رو بررسی کرد، کسی که وزیر اطلاعات ابراهیم رئیسی هم بوده، یعنی همین الانش وزیر اطلاعات هست و در 3 سال گذشته مسئولیت جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو بر عهده داشته. جلسه امروز مجلس درباره وزیر اطلاعات، آدم رو قبل از هر چیزی یاد جلسه رأی‌گیری برای علی فلاحیان وزیر اطلاعات اکبر هاشمی رفسنجانی در مجلس 4 میندازه. خیلی از شما دیگه فلاحیان یادتون نیست، کسی که در زمان او قتل‌های زنجیره‌ای و قتل‌های نویسندگان شکل گرفت. توی اون جلسه مجلس که در اوج سرکوب مخالفان و در اوج اقتدار وزارت اطلاعات فلاحیان بود، خدا رو بنده نبود، هیچ نماینده جرأت نکرد با علی فلاحیان مخالفت کنه. هاشمی رفسنجانی به قول خودش با شوخی در صحن علنی گفت که کسی جرأت مخالفت با فلاحیان نداره و نداشت. امروز هم در جلسه رسیدگی به صلاحیت اسماعیل خطیب عملاً هیچ نماینده‌ای با او مخالفت نکرد. مجتبی زارعی نماینده تهران تنها نماینده‌ای بود که به عنوان مخالف خطیب ثبت نام کرد، اما همون اول نطقش به صراحت گفت که مخالفتش نمادینه و کسی رو به رأی ندادن به خطیب دعوت نمی‌کنه. البته وزیر آموزش پرورش هم مخالفی نداشت. این وضعیت هم نشانه از معامله و توافق در رأس هرم قدرت هست، اون بالا پزشکیان و خامنه‌ای، هم نشانه از اینکه بیت رهبر جمهوری اسلامی مجلس رو مهار کرده، مجلس خودی، و هم نشانه از اینکه اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات پزشکیان یا حتی رئیسی نیست، بلکه وزیر اطلاعات شخص علی خامنه‌ای، شخص رهبر جمهوری اسلامی است. او مأمور مخصوص حاکم بزرگ است. البته پایین بودن سطح مجلس هم نباید فراموش کنید. همین آقای مجتبی زارعی که شجاع نمایندگان تهران بود، با حدود 200,000 رأی، یعنی کمتر از 3% واجدان حق رأی در تهران، وارد مجلس شده. خب چنین مجلسی که حتی نماینده اقلیت هم نیست، نمایندگانش با 2%، 3%، 5% واجدین شرایط تازه رفتن پیروز شدن، واضح است که خودش رو متکی به مردم نمیدونه، مجبور هست مجیزکوی هستی سخت قدرت باشه، طبیعتا جرأت مخالفت هم نخواهد داشت. حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل واعظی با اسم اطلاعاتی اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعاتی هست که 4 روز قبل از کشته شدن اسماعیل هنیه در قلب تهران به رسانه ها گفته بود که آره، وزارت اطلاعات ما تونسته شبکه نفوذی موساد در ایران رو کامل منهدم کنه. او وزیر اطلاعاتی است که ایرانیان خارج از کشور رو صراحتا تهدید کرد که اگر از جنبش انقلاب مهسا حمایت کنند یا علیه جمهوری اسلامی تظاهرات کنند و اگر مخالفین جمهوری اسلامی در خارج کشور نقشی در پیشبرد اعتراضات ایفا کنند، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و کیفر می‌بینند. آقای خطیب در ماه‌های گذشته رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را هم تهدید کرده بود. گفته بود این رسانه‌ها در امان نخواهند بود. از این نظر آقای خطیب واقعا بی سابقه است. همون وزیر اطلاعاتی است که حتی علت مصمومیت‌های سریالی در دبیرستان دخترانه را هم تمارض دانش آموزان خوانده بود. مسئول همون نهاد اطلاعاتی است که در جنبش مهسا به جای اینکه بپذیره به حکومت بگه که آقا مردم از تحقیرهای حکومتی خسته و عصبانی هستند، یعنی چی سر لباس کتکشون میزنید، این زمین و زمان رو به هم دوخت تا یه داستان هالیوودی بالیوودی، یک داستان تخیلی درست کنه و بگه که آره، این جنبش مهسا یک عملیات اطلاعاتی مال 50 تا کشور خارجی بوده. یکی از بزرگترین اشتباهات آقای خطیب اساسا ادامه مسیر خطایی است که امثال حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه بر ایران تحمیل کردند. به نظرم بزرگترین خیانت اطلاعاتی در تاریخ ایران هست. چی بود؟ اینکه جای ظالم و مظلوم رو عوض کردند و هنوزم جمهوری اسلامی روی همین مداره. جای آدم خوب و آدم بد رو عوض کردند. به منتقد مستقل و وطن دوست و دلسوز گفتن وطن فروش. چرا؟ چون میگفت به اسب علی خامنه‌ای میگفت یابو. به سیاستمدار تندرو و فاسد و شیاد که جای مهر اینجا رو پیشینیش داشت جاسوسی هم میکرد گفتن ایران دوست. از سکوت نمایندگان مجلس مقابل آقای خطیب که بگذریم، جالب ترین بخش جلسه امروز به نظر من، جلسه امروز مجلس، لافها و گزافهای آقای وزیر اطلاعات بود. یه زمانی یکی از وزرا گفته بود که این آقایون، مخصوصا آقایون اصولگرای نزدیک به جناب رهبر، ببر کاغذی درست میکنن، بعد خودشون این ببر کاغذی رو شکار میکنن، بعدش برای خودشون هورا میکشن که ما ببر گرفتیم.
این دقیقا مصداق عمل کرده وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی. آقای خطیب با اعتماد به نفس گفت، گفت که آره در دوران 3 ساله وزارتش تونسته جاسوسان اسرائیلی در 28 کشور رو شناسایی کنه. یه نفرم نپرسید که مرد اگه واقعا اینطوره خب چرا نتونستید جاسوس اسرائیلی رو در کنار خودتون در داخل ایران شناسایی کنید؟ موساد تونسته یکی از بزرگترین عملیات‌های تاریخ خودش یعنی حذف رهبر شماره یک حماس رو تو قلب تهران با موفقیت کامل بدون برجا گذاشتن حتی رد پا اجرا کنه. هنوز شما نمیدونید موشک یا بمب بوده یا نارنجک بوده چی بوده. مأموران وزارت اطلاعات هم در تمام طول این ماجرا در سراسر این عملیات یا خواب بودن یا مشغول شنود و تعقیب و مراقبت دو تا روزنامه‌نگار یا 4 تا منتقد بیچاره و بی‌پناه بودن. سوال اساسی بود که آقای خطیب چطور میتونست، واقعا سوال من بود، چطور میتونست بدون اینکه خندش بگیره این ادعاهای بزرگ بعضی وقتا بی سر و ته رو مطرح بکنه. افزایش نفوذ دستگاه اطلاعاتی خارجی در نهادهای نظامی و امنیتی ایران و لو رفتن تقریبا تمام عملیات‌های برون‌مرزی دستگاه اطلاعاتی در خارج کشور یکی از دستگلای همین آقای خطیبه. البته ریشه این بحران در دوران حیدر مستحی گذاشته شد، در دوران آقای احمد نژاد که او هم مثل آقای خطیب از وزرای قابل اعتماد رهبر جمهوری اسلامی بود. از همه اینا بدتر که همین یکی هم برای برکناری از اطلاعات کافی بود، عملیات‌های پی در پی گروه‌های تروریستی تکفیری در ایران، مشخصاً عملیات‌های داعش خراسان در ایران بود، عملیات تروریستی شاهچراغ، عملیات تروریستی در کرمان، هیچ معنی اینا جز شکست دستگاه اطلاعاتی نداشت. با این حال آقای خطیب چنان حرف میزد که اگه نمیشناختیدش واقعا فکر میکرد این جیمز بانده که لباس آخوندی پوشیده عمامه سرش گذاشته. هنوز یک ماه از ترور اسماعیل هنیه نگذشته، کل اسناد فوق محرمانه اتمی ایران ریختن تو گونی، بار وانت کردن بردن تل آویو، 5 بار در محافظت شده ترین نقطه ایران یعنی تاسیسات نتنز خرابکاری کردن. بعد شاه خطیب امروز در مجلس با اعتماد به نفس گفت که امنیت و اقتدار ایران مورد توجه تمام سیاستمدار جهان است، همشون هم هاج و واج دارن نگاهش میکنن. و نهایتا خانم آقایان، روح حرفای آقای خطیب همون خزعبلات و حرفای بی سر و تهی بود که بدبختانه متاسفانه شوربختانه رهبر جمهوری اسلامی دائم میگه و باعث و بانی اصلی فلاکت این روز هاست. اینکه دشمن با ابزار جنگ شناختی سراغ مردم ایران اومده. این جمله جنگ شناختی، این جمله شما صبح تا شب از همه جا میشنوید. یعنی اگر شما بگید که آقا چرا جمهوری اسلامی ناکارآمده، میان جلوتون میگن که آقا انتقاد نیست، یه جنگ شناختی دشمنه، چون شما میخواد بهتری حکومت جهان رو ناکارآمد نشون بدید. جنگ شناختی یعنی این دیگه. اگه بگید آقا چرا آزادی نداریم، میگن آقا این شنگ شناخته دشمن حرفای شما، چون شما دارید آزادترین حکومت دنیا رو یک حکومت استبدادی معرفی میکنید. دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند اینجاست، همچنین جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی و فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت. عرض ادب و احترام دارم خدمت هر سه مهمان محترم، متشکرم که به من فرصت دادید. خانم کنعانی بذارید به رسم ادب از شما شروع بکنم. قبل از اینکه وارد بحث تخصصی در مورد آقای دستگل بشیم، آقای خطیب بشیم، وزیر اطلاعات و در واقع گافایی که داده و حرفای عجیب غریب و همچنین یه سری بزنیم به تاریخچه وزارت اطلاعات در جمهوری اسلامی، میخوام از شما یه مفهوم زیربنایی تر رو بپرسم. مفهوم امنیت در ایران، شما به عنوان کسی که جامعه شناسی کار کردید، آیا چنین در واقع مقوله وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی در ایران مترادف هست با حس امنیت شهروندان یا دقیقا برعکسشه؟ درود بر شما. فکر میکنم این مهمترین سوالیه که در ابتدای بحث باید در واقع پرسیده میشد و بهش پرداخته میشد. بذارید از یک تجربه شخصی بگم. به صورت کلی به خصوص کسانی که دیاسپورا هستند، زندگی در کشورهای دموکرات رو تجربه میکنند، هم احتمالاً با من هم نظر هستند. اونچه که تحت عنوان دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی میشناسیم، اتفاقاً بایستی اطلاعاتی رو به دست بیاره که امنیت من و شما شهروند رو در اون جامعه تضمین کنه. مثل همین اتفاقی که شما گهگداری در اخبار میشوید که دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی در مثلا کشور آلمان، در کشور فرانسه توطئه ای یا یک طرح تروری رو شناسایی میکنند، مجرمان رو پیشاپیش دستگیر میکنند. مثال خیلی زندش در هفته گذشته در مورد یک کنسرت هنری از تیلر سویفت بود که در کشور اتریش شناسایی شد و یک مثال خوب رو در واقع فراهم میکنه از رفتاری که یک دستگاه امنیتی اطلاعاتی باید انجام بده. یعنی در راستای تامین امنیت جامعه در نهایت از طریق یک نهاد دولتی اقداماتی صورت میگیره، اطلاعاتی جمع‌آوری میشه و خب در نهایت امنیت اون جامعه تامین میشه. اتفاقی که در اینجا داره میفته دقیقاً مغایرت داره با اون چیزی که ما از جامعه ایران میشناسیم. برای من شهروند ایرانی
حالا چه در داخل ایران زندگی کنم، چه همینطور که مثالش رو فراهم کردی در خارج از ایران زندگی کنم، دستگاه امنیتی مدل یک تهدید مستقل. ببینید کاری که این دیکتاتوری توتالیتر، حالا مثالش در جمهوری اسلامی یک مثال حی و حاضر هست، با ما میکنه، از همه مهمتر اینه که در نهایت شما رو تبدیل میکنه به یک مجرم، یک پتانسیل جرم در واقع، به یک مجرم بالقوه که هر لحظه که دستگیر میشه در نهایت این تبدیل میشه به یک مجرم بالقوه. به چه معنا؟ اگر تار مویی از یک بانوی در خیابان در بیاد، این یک جرمه. اگر شما یک بار مثلا نوشیدنی مورد علاقتون رو که حالا بر حسب قضا الکل داشته نوشیدید، شما یک مجرمید. اگر عاشق کسی هستید که خب هنوز باهاش ازدواج نکردید، مجرمید. یک چنین حس ناامنی رو به جامعه تلقین کردن هدف و وسیله هر دو برای یک حکومت دیکتاتوری. جمهوری اسلامی هم این کار رو به خوبی انجام میده. چهره که شما دارید در مورد صحبت میکنید آقای خطیب، اگر یک نگاه سطحی بندازیم، یکی از مخوفترین چهرههای اطلاعاتی که فکر میکنم در خاورمیانه اصلا وجود داره. و جالب ترش اینه که در مقایسه با سایر چهرههای امنیتی حتی جمهوری اسلامی بسیار کم سر و صدا تر، یعنی بسیار سعی کرده با حاشیه کمتری در واقع پیش بره، و همین اتفاقا هم گزافه‌گویی‌هاش رو خطرناک‌تر می‌کنه و هم در نهایت ازش شخصیت مخوف‌تری می‌سازه، همونطور که دارید مثال‌هاش رو می‌بینید. یعنی گنده‌گویی زیاد، امنیت بسیار ناچیز، یک معاهده امنیت خارجی، اون چیزی که دشمن جمهوری اسلامی محسوب میشه، هم می‌بینیم این پروژه‌هایشون شکست خورده است. دو و مهم‌ترینش، امنیت شهروندان متعین نمیشه با حضور این افراد و هم پیادگی هاشون. بنابراین در نهایت اگر بخوام به صورت خلاصه بگم، آنچه که ما تحت عنوان دستگاهی امنیتی میشناسیم، همه ی آن چیزی هست که جمهوری اسلامی نتونسته برای ما فراهم کنه. اگر بخوام به صورت خیلی خلاصه بگم، ما احساس امنیت نمی کنیم با وجود این حکومت و با وجود دستگاه امنیتیش، بلکه خودش رو یک خطر میبینیم در صورتی که فعال مدنی باشیم یا حتی یک شهروند ساده که اولین جایی که اعتراض میکنیم ما رو برمیندازه در واقع با مواجهه با این دستگاه امنیتی مخوف که از ما هم حتی میخواد یک مجرم به قوه بسازه. آقای رجبی، به شما خوش آمد عرض میکنم. حرفای خانم کنانیزاد خیلی جالب بوده، بخشش رو میخواستم از شما بپرسم، منتها یه ذره سرعت میدم به بحث. حالا شما اگر نکته داشتید بگید، حتما بالاخره باید راجبش صحبت بکنیم. مفهوم امنیت در ایران و چیزی که تشکیلات امنیتی به نام امنیت داره ارائه میکنه، در واقع مفهوم امنیت در دنیا یعنی یک مفهوم جمعی است، در ایران امنیت یعنی امنیت رهبر، یعنی اون سر جا باشه، اون احساس امنیت کنه که پستش قرار نیست به هم بخوره، و این باعث یک موجی از اتفاقات شده از جمله موازیکاری دستگاه اطلاعاتی. ولی به شما میخوام برم سراغ شخص آقای خطیب. این سوال از آقای قفوری هم خواهم پرسید. خانم کنعانی گفتن آقای خطیب در خاورمیانه اصلا انگار چهره مخوفی است. به نظرم میاد یه جاهایی داره پا در جای پای آقای فلاحیان میذاره، هرچند که اصلا کار اونو نمیکنه. به نظر میاد خب دورانم عوض شده. شما ارزیابیتون چیه؟ اصلا بدون پیش‌فرض، ایشون هشتمین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی است، یعنی از اون اول شروع کنیم، ری شهری، بعد علی فلاحیان، بعد دوره نجف آبادی، بعد یونسی بود، محسنی اژه‌ای بود، حیدر مصلحی بود، محمود علوی بود، و حالا این آقای خطیب. شما عملکرد آقای خطیب رو در مجموع به نسبت در هفت وزیر دیگه در جمهوری اسلامی چطور ارزیابی میکنید و عملکرد وزارت اطلاعات و جامعه اطلاعاتی ایران در 3 سال گذشته رو؟ درود بیکران خدمت شما و مهمانان گرامی. استفاده کردیم از صحبت مهمان، یه نکته در مورد امنیت بگم. ببینید امنیت عموما، خب امنیت فقط امنیت مثلا درگیری نیست، کشورها براشون اولا امنیت اقتصادی یک جامعه مهمه، امنیت غذایی یک جامعه مهمه، امنیت شغلی مهمه، امنیت تجاری یعنی اینی که جلوی فساد رو بگیرن مهمه، و نسبت به شرایطشون ها کشگذاری میکنه و اولویت کیس ها مشخص میشه، بودجه تعیین میشه، پروژه تعریف میشه. نکته که شما گفتید بسیار مهمه و دقیق اینی که امنیت علی خامنه ای به چه عنوان، به اینی که اونها میگن وقتی که از نظر اعتقادی میگن اوجب واجبات حفظ حکومت اسلامی است، یعنی حفظ علی خامنه ای و حکومتش از همه چی مهمتره. اون موقع دیگه وقتی که میخواهد کیس گذاری بکنه، میخواد تعریف پروژه بکنه، این میره رأس اون. اون دیگه وقتی که میخواهد مثلا منابع رو در اختیار بگیره، میخواهد تکنولوژی رو در اختیار بگیره، اون دیگه میشه حفظ حکومت اسلامی. محیط اطلاعاتی در برای که دستگاه اطلاعاتی یک محیطی مشخص میشه که این محیط اطلاعاتی چه در داخل و چه در خارج تعریف میشه.
این محیط اطلاعاتی که در جمهوری اسلامی داریم میبینیم بر مبنای اون امنیتی که ساختارش امنیت مردمه، زندگی مردم، غذای مردم، امنیت دارو، اینها تعریف نمیشه، محیط تعریف میشه با اون چیزهایی رو که علی خامنه‌ای میخواد، چیزهایی رو که اون دشمن میدونه، جاهایی که اون دوست داره جا پا داشته باشه، اینجوری تعریف میشه. خیلی عجیب. آقای مهدوی آزاد توی مجلس گفت 53 که 53 تا فکر کنم گفت میز ایران تشکیل دادن. این یعنی واقعا یعنی این فقط برای رد کردن کل سیستم اطلاعاتی همین بس که سیستم های اطلاعاتی یکی از کارهاشون تبادل با دستگاه اطلاعاتی دیگه است تا به واسطه تبادل بخواهن یک مقداری رابطه اطلاعاتی بهتر بشه شرایط پیش نیاد. یعنی 53 کشور کارهایی رو جمهوری اسلامی انجام داده، به یک تقابل اطلاعاتی رفته، به یک جنگ اطلاعاتی رفته، حتی جنگ فیزیکی رفته که اونها احساس خطر کردن و اومدن جمهوری اسلامی رو نه به عنوان کیس، به عنوان یک مثلا میز شاید معاونت معرفی بکنن. این یعنی که خیلی کشور رو دچار شرایط سختی میکنه. در مورد اسماعیل خطیب، اسماعیل خطیب این شخصا جزء همون اتفاقا تیم سعید فلاحیان بوده، از قدیمی های وزارت اطلاعات بوده، تو چند استان جابجا شده بود، در دوره‌ای که مصلحی وزیر اطلاعات بود اون مسئول اداره اطلاعات قم بود، یک دوره‌ای بود که در قم یک مقدار شرایط مثلا گروه‌های مذهبی اومد شاید خیلی مخالف علی خامنه‌ای بودن، اونها رو شخصا خودش میرفت مراجع تقلیدی که مثلا خیلی باهاشون چیز نبودن شخصا تهدید میکرد، بعدن رفت حفاظت اطلاعات قوه قضاییه که اونجا خودش رو تبدیل به ضابط کرد. یعنی از اون دوره دیگه خودش مستقیما ورود میکرد توی دستگاه‌های مختلف. این نکته هم بگم، دوره اطلاعات مصلحی یه اتفاقی میفته بین احمدی نژاد و علی خامنه‌ای که خب همه میدونن احمدی نژاد اونجوری که گفته بود و شنیده شده اینه که مسئول میز اسرائیل در خود وزارت اطلاعات که بعد جاسوسای اسرائیلی رو پیشتید میکرده خودش جاسوس اسرائیل در میاد، از قضا این فرده خیلی نزدیک بوده به اسماعیل خطیب و اون رو گذاشته بودن. برای همین بعد از خروج اون از وزارت اطلاعات خارج میشه میره و بعد هم به حراست آستان قدس میره که اتفاقا تو اونجا یه حرفای از فسادهای بزرگی است که خانواده همسر اون گویا اونجا انجام دادن. اما بخوایم نگاه بکنیم دستاورد اسماعیل خطیب، یه دستاورد برای جمهوری اسلامی داشته، این رو باید منصفانه بگیم. در دوره‌های قبل از خطیب وزارت اطلاعات به عنوان ضابط اصلی، به عنوان عمود این سیستم اطلاعاتی، من اعتقاد ندارم جمهوری اسلامی جامعه اطلاعاتی داره چون برای هم هیته‌بندی‌ها معرفی نشده، کارهای موازیه. این قبل از اون عموما با دستگاه اطلاعاتی دیگه که میشد سپاه، حالا معاون اطلاعات بود، بعد شد سازمان اطلاعات، یه تقابلی شاید داشتن توی عملیات‌های خارجی، مخصوصا با سپاه قدس یک مقداری با هم دیگه رقابت می‌کردن. اما در دوره خطیب تقریبا میشه گفت وزارت اطلاعات در بس در اختیار سپاه قرار گرفت، در بس در اختیار سپاه قدس قرار گرفت و خیلی از عملیات ها رو ما شنیدیم که وزارت اطلاعات به عنوان همکار در کنار اطلاعات سپاه ایستاده بود. این یکی از کارهایی بوده که شاید اسماعیل خطیب کرده که وزارت اطلاعات رو ساختارش رو کلا تغییر داد و در دست سپاه قرار داد. اما چیزی که رسیده اینه که نفوذهای اطلاعاتی در داخل سیستم اطلاعاتی از روزنه به تونل تبدیل شده. خیلی عالی، خیلی ممنونم. حالا بحث نفوذ اطلاعاتی اتفاقا حتما باید با هم صحبت بکنیم. این جمله که گفتید نفوذ از روزنه به تونل تبدیل شده خیلی جمله عجیب و غریب و مهمی هم هست. آقای قفوری به شما خوش آمد عرض میکنم. یه چیز جالبی آقای رجبی گفت، من تا به حال جایی ندیده بودم و نشده بودم و اون همین که ایشون گفتن که اون مسئول میز اسرائیل که رئیس جمهور اسبق گفته که خودش جاسوس اسرائیل بود بازداشت میشه و اعدام هم شده ظاهرا، میگه ایشون نزدیک به خطیب بوده و همین باعث میشه خطیب هم در واقع توی وزارت اطلاعات دارن جمع و جور بشه. خیلی جسم اولین بار بود چنین چیزی رو میشنیدم. خب آقای قفوری دوست دارم همین سوالم از شما بپرسم، به نسبت 7 وزیر اطلاعات قبلی شما اسماعیل خطیب رو چطور ارزیابی میکنید عمل کردشو و عمل کرد جامعه اطلاعاتی ایران در 3 سال گذشته در مجموع به نظرتون چطور بوده؟ خب
خب یه موردی رو آقای رجبی اشاره کرد، به نظر من خیلی مهمه که اینو بازترش کنیم. خطیب گفت که آقای رجبی گفت که خطیب کاری که کردیم بود که سپاه رو نزدیک کرد به وزارت اطلاعات. این کاملا درسته. فلسفه وجودی وزارت اطلاعات اصلا چی بود؟ چرا ایران وزارت داره، چرا سازمان نداره مثل بسیاری از کشورهای دیگه؟ کلا 3-4 تا کشور هستن در کل دنیا که وزارت اطلاعات دارن. میدونید داستان این بود که اون زمان موقعی که میخواست یه تشکیلات متمرکزی صورت بگیره، سیستم آشفته اطلاعاتی کشور بعد از انقلاب سامانی داده بشه، کمیته‌ها بر خودشون کار نکنن، سپاه بر خودش کار نکنه، اطلاعات نخست وزیری بر خودش کار نکنه، یک عده پیشنهاد میدادن سازمان بشود برود زیر نظر خمینی، یه عده میگفتن سازمان بشود برود زیر نظر رئیس جمهور وقت که اتفاقا خامنه ای بود. موسوی اردبیلی میگفت نه، این ضابط قضایی است، باید بیاد زیر قوه قضاییه. ولی به خاطر این وزارت شد در نهایت با نظر خسرو تهرانی و محمد شریعت مداری و عرض به حضور شما که سعید حجاریان که به مجلس جوابگو باشه، یعنی تجمیع قدرت نشه یک جا، قدرت فرای پاسخگو بودن رو نداشته باشه، دقیقا چیزی که الان ما عکسش رو میبینیم. یعنی در نهایت میبینیم که مجلس تقریبا هیچ کاره و فرمایشیست، رفته زیر نظره، یعنی اسمش وزارتخانه است ولی رفته زیر نظر خامنه ای. یه مدت اختلاف داشته با سپ، سازمان اطلاعات سپاه، که اون هم گوش به فرمان خامنه ای بوده. در سالهای اخیر این اختلاف هم رفع شده، یعنی کاملا وزارت اطلاعات رو که از نظر تشکیلات بروکراتیک باید پاسخگو باشه به مجلسی که نمایندگان مردم را دارد که به فرض دارد در جمهوری اسلامی چنین چیزی نداریم، این رو تبدیل کرده به یک تشکیلات تحت فرمان خامنه ای که نمایندگان مجلس میدونن که این مال اون فرده. یعنی خطیب اگر دستاوردش شکست اطلاعاتی برای ایران باشه، اگر این باشه که به راحتی در کرمان بمب منفجر کنن، هنیه رو بکشن و هزار تا شکست دیگر هم باشه، همین که گوش به فرمان خامنه ای باشه و تجمیع کنه قدرت اطلاعاتی کشور رو زیر فرمان او، برای خامنه ای بسه. برای همینه که الان با وجود این شکست های اطلاعاتی فاجعه دوباره او رو گذاشت. به نظر من این نکته بسیار مهمی است. از خود خطیب هم اگر بخوایم که خب سابقه سرکوب داره، از بعد انقلاب 57 تو مسجد سلیمان از کمونیست سرکوب کمونیست ها شروع کرد، همینجور رفت جلو، دراویش گنابادی رو داریم، مسئله حصر منتظری رو داریم، هر جایی که نیاز به سرکوب بود قدرت متمرکز میخواست که مهره ای داشته باشه که این رو از نظر اطلاعاتی و عملیاتی انجام بده، امثال خطیب که یکیش هم این آقای خطیب بودن میرفتن و براش انجام داده. در مورد منتظری هم گفتید نقش جدی داشته به خاطر ماجرای در واقع در قوم مسئول حفاظت بیت رهبری در قوم بوده، یا اطلاعات بیشتری ما داریم؟ بله ببینید، در مورد حصر منتظری، اولا که میدونیم که ما در اون زمان حصر منتظری یک شبکه‌ای از قدرت در داخل کشور بودن که حتی غیر از خامنه ای، اون زمان خود رفسنجانی هم دخیل بود، اون زمان امثال ری شهری هم دخیل بود، خیلی ها بودند که دخیل بودند. ولی خطیب در اون زمان بازوی عملی در واقع وزارت اطلاعات وقت بود برای اینکه این کار رو انجام بده. چرا این رو میگیم؟ به خاطر اینکه در داخل وزارت اطلاعات خیلی ها بودن هنوز مخلد منتظری بودن. اون زمان ما یادمونه دیگه، خیلی نگذشته بوده از اون داستان استعفا یا عزل آقای منتظری، و هم در سپاه پاسداران و هم در وزارت اطلاعات نیروهایی بودن که عمل نمی کردن اگه دست خودشون بود به چنین فرمانهایی. امثال خطیب کسانی بودن که ببینید خود ذوالنوری داره میگه اینها رو، ذوالنوری داره میگه از سابقه سرکوب‌هاش، چه در زمینه سرکوب دراویش گنابادی، چه در زمینه هست، چه در زمینه سرکوب مسجد سلیمان، منظورم که از افراد داخل نظام میان و از لابلای حرفاشو ما میتونیم بفهمیم که خطیب در تمام این رشته عملیات نقش داشت. خانم کنانی گفتن که خطیب یکی از مهارتاش این بود که تا الان زیر رادار بوده، این درسته کاملا، برای همین مثل بسیار چهرهای اطلاعاتی ما نمیتونیم بیایم فکت نشون بدیم، مصاحبه های فراوان نشون بدیم و بگیم ببینید اینجا این کارو کرده، اینجا این کارو کرده، چون آدم اطلاعاتی است. ولی میدونیم که در عصر بلایای منتظری هم دخیل بوده.
متشکرم. خانم کنانی، شما اشاره جالبی کردید به در واقع مسئله جرم انگاری و وزارت اطلاعات. این تشکیلات اطلاعاتی جمهوری اسلامی یک مقطعی مثل تقریبا تمام تشکیلات اطلاعاتی همه جای دنیا خودش درگیر یه سری چیزا نمی‌کرد، یعنی میگه من کار اطلاعاتی سطح بالا باید بکنم. یه مقطعی همین تشکیل وزارت اطلاعات افتاده بود اونم که یه قوطی ویسکی از مردم بگیره، یا مثلا مردم گیر بده دوست دختر فلان مدیر کیه، فلان مدیر با منشیش رابطه داره یا نداره. باز دوباره یه مقطعی زمان یونسی مسیرش عوض شد. اون چیزی که الان می‌بینیم از آقای خطیب در سال اخیر دوباره داره برمیگرده به اون سیستم. امروز خانم کنعانی در مجلس ایشون موقعی که شرح وظایف و برنامه خودش برای تشکیلات اطلاعاتی رو میگفت به اینم اشاره میکنه که میگه جرائم اجتماعی و فرهنگی رو وزارت اطلاعات میخواد باش برخورد کنه، و این بسیار 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 نکته جالب و مهمی است. من دیدم خیلی بهش دقت نکردن. و موقعی که ما ادبیات رو میشناسیم، موقعی که میگه جرائم اجتماعی فرهنگی، منظورش این نیست که بره با قاچاق زنان مبارزه بکنه، تکلیف روشن است. حالا شما به من بگید این جرمنگاری کردن، امنیتی کردن همه مسائل از نگاه جمهوری اسلامی، شما فکر میکنید ریشش مسئله ایدئولوژی اسلامی است یا ریشش برمیگرده به استبداد؟ این نکته خیلی کلیدی است. یا مثلا این تعدد دستگاه اطلاعاتی، موازی‌کاریش رو شما موقعی که ساخت قدرت رو نگاه میکنید ریشش به نظرتون اصرار علی خامنه‌ای برای اینکه همه چی بر همه چی مسلط باشه و شخصیت ترسوی او هست از اینکه دورش بزنن، یا نه به نظرتون ذات استبداده؟ ممنون که این رو راجع بهش صحبت کردین، چون دقیقا من اینو نوشته بودم. این یک تهدید بسیار مهمی بود که امروز مطرح شد، و خب من فکر میکنم در پاسخ به پرسش شما باید صادقانه بگم که ایدئولوژی حتی برای بسیاری از کارگزاران جمهوری اسلامی، حالا اگر نگیم تمام اون هسته مرکزی به اصطلاح، حرف مفتی بیش نیست. ویرو در بایستی حتی اسلام برای اونها هم اهمیتی نداره، کما اینکه به قول خودتون با مثالهایی که فراهم آوردید هر از چندگاهی همین لو رفتن فیلم ها و داستان ها بیانگر همین قضیه است که در واقع این اعتقاد قلبی وجود نداره. منتها یک کاربرد بسیار مهمی که اسلام میتونه داشته باشه این تابو سازیه. شما وقتی این تابوها رو میسازید و بعد در طول چندین دهه بر آتش اون میدمید، احتمالش خیلی خیلی سخت میشه که حالا به راحتی این تابوها رو بشکنید. و اتفاقی که میفته اینه که احتمال اینکه خود افراد سیستم هم در درون اون تابوها بیفتند خیلی بالاست، کما اینکه الان مثال هاش رو داریم میبینیم. بنابراین من حس میذارم که باید این رو از ذات دیکتاتوری نشأت گرفته بدونیم و در نهایت ربطش بدیم به ماهیت تمامیت استبداد هم شخص علی خامنه ای هم سیستمی که بنا نهاده. من البته این فکر رو نمی کنم که خامنه ای ترسوه، علی‌رغم اینکه آثار ترس دیگه کم کم به هر حال به مثابه یک انسان در رو دیده میشه، منتها بیشتر به نظر میاد یک خودشیفته نیمه دیوانه است. علی خامنه ای خیلی انسانهایی داشته که به هر دلیلی بسیار مشفقانه اتفاقا، حالا یا از روی منافعشون یا از روی اعتقادشون، هر چیزی که در پس اون بوده فعلا مورد بحث ما نیست، اما بهش سعی میکردن این گرا رو بدن، این کمک رو بکنن که این پروسه رو در واقع بگذرونه و در این دام نیفته. منتها علی خامنه ای دیگه الان در مرحله‌ای وجود در واقع به سر میبره که حتی نمیتونه یک تابوی اشتباه شکنی، تابویی که به اشتباه اصلا جزو تابوها اضافه شده، مثل زندگی خصوصی مردم رو حتی نمیتونه شکستن اون رو توسط یک شهروند ببینه و واقعا داره دستور کار رو در اون مرحله قرار میده. باز هم قابل درکه، باز هم با یک نگاهی از منظر اینکه یک دیکتاتور توتالیته، یک دیکتاتور تمامیت‌خواه، اولین کاری که باید بکنه فرادسازیه، جزیره سازی مردمه. شما وقتی که مدام از اینها بیایید و در واقع مجرم بسازید، یک این حس اعتماد بقیه به اونها رو از بین میبرید، دو اونها رو در خود گرفتار میکنید. به قول معروف هر کدوم از افراد جامعه انگار دارن در یک چکه آب کوچک حتی خفه میشن. این اتفاق که بیفته کار شما به عنوان یک دیکتاتور خیلی خیلی راحت‌تر احتمالا پیش میره. بنابراین این کاملا طبیعیه که این اتفاق از استبداد، همینطور که در ابتدای بحثم عرض کردم، به عنوان هدف و وسیله برخواسته بشه و در نهایت به این سمت پیش بره که حتی یک دستگاه امنیتی که به قول آقای جابری به درستی اشاره کردن، در واقع در نهایت بایستی به امنیت اقتصادی، مالی، سلامت، روانی، حتی
اجتماعی جامعه بپردازه، اگر دیگه حالا اون بحث امنیتی اطلاعاتی قضیه رو هم در اولویت قرار ندیم، به جایی میرسه که نگرانیهاش مکالمات دو شهروند با همه، نگرانیهاش دست در دست هم قرار دادن دو شهروند، نوشیدنی، پوشیدنی، خوراکی، محل زندگی و تعداد بچه های شهروند داره. یک زنگ خطر بزرگ آقای مردوی آزاد برای جامعه ایران، بیش از پیش باید واقعا دقت کرد که ما با یک احتمالاً همونطور که حدس میزنیم یک دولت اصلاح طلب سر کار میاد، فضا به شدت علیه مردم امنیتی میشه، تعداد آمارها و شکنجه ها به طرز ترسناک بالا میره، احکام قوه قضاییه به طرز معناداری بروتال و بیرحمانه تر میشه، کما که همین الان هم دارید میبینید. همونطور که حدس میزدیم متاسفانه این اتفاق داره میفته و خب آقای پزشکیان یکی از موفق ترین آدم هایی بود در این زمینه شکنجه و جنایت، فکر میکنم که جمهوری اسلامی میتونست در این عرصه رو کنه. خیلی متشکرم آقای رجبی. این سوال کلیدی است، بالاخره باید بپرسیم. میخوام چطور میشه دولت، چطور ممکنه که دولت آقای پزشکیان که دولتی است که در واقع اصلاح طلب صحبت از یه جورای توسعه سیاسی میکنه، وزیر اطلاعاتش وزیر اطلاعات رئیسی باشه؟ این واقعا یه روزی باید حل بشه. من تا از شما میخوام همون سوالی که خودتون گفتید رو بپرسم، اینکه روزنه نفوذ تبدیل شد به قول شما به تونل. این مسیر که البته از زمان فکر کنم حیدر مصلحی داره شروع میشه، شناخت من اینو میگه، تحلیل من اینو میگه، من موافقی یا نه، چی کار کرده آقای خطیب به نظرتون که باعث میشه نفوذ کشورهای خارجی در اینجا بیشتر بشه و بخش بزرگتری از دستگاه امنیتی و اطلاعاتی در واقع رسما به استخدام سرویس های اطلاعاتی رقیب در بیان و خب حکومت هم خودشو بزنه به اون راه؟ ببینید، یک نکته‌ای وجود داره در مورد خود کل ساختار بدنه جمهوری اسلامی، یعنی مجری فرامین، نه سیاست گذارها. به نظرم در سالهای اخیر، شاید مثلا در 10-12 سال اخیر، یک مقداری اون شاکله ذهنی اون افراد ریخته. یعنی یک نیروی اطلاعاتی رو وقتی که حالا مثلا مال وزارت اطلاعات باشه بفرستن دستگاه مانباقر یا جاهای دیگه، سپاه حالا شکلهای دیگه انجام میدن، اون رو سعی میکنن که بیشتر اون بعد مذهبی رو برای طرف درست بکنن، نه مثلا کشورهای دیگه بعد وطندوستی رو سعی میکنن برجسته کنن، بعد خدمت به مردم رو برجسته بکنن، بعد مثلا اینکه نتیجه کار شما چقدر تو زندگی مردمه. اما برای نیروهای اطلاعاتی اینجوری بوده، چون نیروی اطلاعاتی رو باید روش کار ذهنی کرد، یعنی فرد روش کار ذهنی میکنه که اون مثلا آماده یک سری اجرای فرامین بشه، کار سختی، خودش رو در خطر قرار بده، چه بکنه و چه بکنه. فکر میکنم همه چیز رو واقعا من نمیتونم به پول ربط بدم آقای مهدوی آزاد، یعنی همه چیز واقعا پول نمیتونه باشه. پول مهمه، خرج کردن برای مثلا جاسوس به خیلی گرفته، اما واقعا فکر میکنم خیلی هاشونم شاکله ذهنی از بین رفته. دلیلی که فرد برای اون اونجا بوده، ببینید یک سری از افراد مثلا وزارت اطلاعات قبلش واقعا تصور اینو داشتن که دارن میرن سرباز امام زمان بشن، میگفتن که الان داره اتفاقات میفته، میره اونجا یک سری دسترسی ها فرد پیدا میکنه و مخصوصا میگم در 12 سال اخیر به خاطر یک سری تکنولوژی ها و یک سری مسائل دیگه، این دسترسی ها بهش این رو میده که همه چیز یک سرابه، یک شاکله ذهنی براش ریخته میشه. خیلی از اینها میرن به اینه که خب حالا مثلا من فکر خودم باشم، خودم یه کاری بکنم، حالا شاید مثلا چند تا از اونا هم یک شاید مثلا ایدئولوژی جدیدی پیدا بکنن. یک دلیلش من فکر میکنم تو 12 سال اخیر این بوده. اما در مورد خود وزارت اطلاعات، ببینید وزارت اطلاعات قدیمی تر از سپاه توی کار اطلاعاتی، درسته که اطلاعات سپاه قدیمی تر از خود سپاهه، این رو یادمون نره، اطلاعات سپاه حتی از خود سپاه قدیمی تره، ولی ساختار وزارت اطلاعات، کار اطلاعاتی مدرن، وزارت اطلاعات قدیمی تره، شبکه های خارجیش قوی تره. خب شبکه های اونها میدونید دو نوع شبکه وجود داره در خارج از کشور، اونها یک شبکه دارن بهش میگن شبکه قانونی که از طرف مثلا دستگاه های حکومتی میره کار فرهنگی انجام میده، سفارت خونه است، ببین میگن شبکه قانونی. یک سری شبکه ها دارن شبکه آزاده، فرد رو میفرستن اونجا برای تو جمع‌آوری بکنه، چه بکنه چه بکنه. وزارت اطلاعات قدیمی تر بوده، وزارت اطلاعات سعی میکرد به قول اون چیزی که شما گفتید دیسیپلین اطلاعاتی خودش رو حفظ بکنه، خودش رو به عنوان مثلا یک فرد اطلاعاتی ببینه. اما
بعدن وقتی که سپاه وارد شد، من فکر میکنم این زد و خوردی که با سپاه پیش اومد که در جاهایی حتی خونین شده بوده، باعث میشه که حتی این درگیری های بین همدیگه چالشی بشه برای این که برن تو خارج از کشور و کارهای دیگه انجام بدن. یک مسئله دیگه هم وجود داره تو سیستم اطلاعاتی، چه در وزارت اطلاعات چه اطلاعات سپاه، اختلاف طبقاتی در خود سیستم اطلاعاتی. یعنی که مثلا معاون اقتصادی وزارت اطلاعات یا مثلا معاونت نهضت های وزارت اطلاعات، مثلا اعضایش چه فلان مبلغ رو میگیرن میتونن کار اقتصادی بکنن، فلان فردشون که مثلا باید بره تو کردستان تو کوه بره، اون فرده مثلا حتی اختلاف طبقاتی داره. سپاه باز بدتره، من میگم نفوذ سپاه بیشتره به دلیل اینکه مثلا 4 تا سردار با هم دیگه جمع میشن، این 4 تا مثلا با هم دیگه باندی تشکیل میدن، بعد اگه کسی جزء این باند نیست خب اون وضعیتش یه شکلی میشه. این اختلاف طبقاتیه تو خود سپاه هم یکی از دلایلی میشه که بتونن اینها رو جذب بکنن. نکته سومیش هم اینه که واقعا اسرائیل و حالا تا قسمتی آمریکا، بیشتر اسرائیل، فکر میکنم شناختش نسبت به جمهوری اسلامی جنگ اطلاعاتی رو تبدیل کرد به یه جنگ هوشمند که جمهوری اسلامی شاید هیچ ایده‌ای برای اون نداشت، چون اولویتش اون نبود. همونجوری که شما گفتید و مهمانان عزیز، اولویتش دیگه 4 تا ویسکی و مشروب و تلفن گوش دادن شده بود. دیگه این جنگ اطلاعاتی رسید به جایی که تمامی نقطه ضعف های یک سیستم اطلاعاتی رو شناخت، افراد رو شناخت و تونست بر اونها رو جذب بکنه. متشکرم آقای غفوری. راجب موازی کاری اطلاعاتی صحبت شد، به نظرم به برده آقای خطیب ما نمیتونیم برنامه بسازیم یا حرف بزنیم بدون اینکه وارد مسئله موازی کاری بشیم. شما آقای غفوری احتمالاً خوب میدونید که اساساً آقای خطیب یکی از چهره‌های شاخص همین دستگاه اطلاعاتی موازیه. یعنی ما هر موقع راجع به دستگاه اطلاعاتی موازی حرف میزنیم، چهره شاخص یکی همین آقای خطیبه، هم به عنوان رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، هم قبلش مسئولیتی که در بیت رهبری مسئولیت اطلاعاتی در قم داشت و سایر کاری که کرده. الان جاری شده که مثلا شما راجع به اطلاعات خارجی که حرف میزنید، وزارت اطلاعات هست، سازمان اطلاعات سپاه هست، اطلاعات سپاه قدس هست، 3 جا حداقل داره کار میکنه. راجع به اینترنت که صحبت میکنی میشه 8 جا، یعنی وزارت اطلاعات هست، اطلاعات سپاه هست، مرکز جرایم سایبری سپاه هست، اطلاعات ناجا هست، پلیس فتا هست، همینجوری میاد صدا و سیما اندازه کار اطلاعاتی میکنه، 7-8 جا میشه. شما به من بگید این موازی کاری اطلاعاتی ریشش چیه؟ فقط استبداد علی خامنه‌ای است یا رقابت های بخش مختلف قدرته؟ دقیقاً چیه و قراره به کدوم سمت بره؟ خاطر که پاشه اشاره کردم به اینکه اصلا ماهیت وزارت اطلاعات چی بود، قرار بود این موازی کاری ها نشود، همه چی برود زیر نظر یه وزارت خانه که دیگه کمیته برای خودش کار نکنه، سپاه برای خودش کار نکنه، همه برن و یک پاسخگویی داشته باشن. خب ماهیت استبدادی حکومت، سیستم چک و بالانس نداشتن، تفکیک قوا که ناموجود بود، ماهیت ایدئولوژیک رژیم ولایت فقیه باعث شد که نیاز پیدا بکنه که در کنار وزارت اطلاعات سیستم های دیگری هم داشته باشه، اون سیستم ولی فقیه. و خب صحبت قدرت بدون کنترل هست و صحبت قدرت بدون پاسخگویی که در هر جایی که باشه فساد میاره، بنابراین هر گروهی میخواد باند خودش رو، باند قدرت خودش رو داشته باشه و چه بهتر از این که یک نهاد اطلاعاتی داشته باشه. اما برگردیم به مسئله همین دو تا بزرگ تراشون، یعنی سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات. ببینید معمولا دقت بکنید هر کاری رو که در خارج از کشور برای مثال سپاه انجام میداد خرابکاری میکرد، وزارت اطلاعات انجام میداد بهتر انجام میداد. مثلا سپاه میرفت رفیق دوست میفرستاد یه عده‌ای رو به رهبری انیس نقاش بختیار رو بکشن، اون فاجعه رو درست میکرد، یعنی بد میشد خیلی عملیاتشون، و وزارت اطلاعات رفت و در نهایت متاسفانه تونست که دکتر بختیار رو بکشه. یا سپاه میفرستاد به تایلند یه سری تروریست نارنجک رو بمب منفجر میکردن پای خودشون از بین میبردن، وزارت اطلاعات میرفت و معمولا موفق تر از عذاب در میومد. چرا؟ به خاطر اینکه وزارت اطلاعات از ابتدا با یک سری از اولا افرادی که در سابق در اداره هشتم بودن، یکیشون سرتیپ منیجر هاشمی بود، تو کتابش هم میگه من 90% اداره هشتم رو جذب کردم برای ساختار اطلاعاتی بعدی، چون اون اصلا کارش اداره مقابله با جاسوسی بود، یا اداره دوم، و
چون این چیزهایی و همچنین از تجربه، یعنی اینها خودشون آدمای حساب با تجربه بودن، آدمای لایقی بودن در کار خودشون و همچنین از تجربیات کاگبه و سایر سیستم هم استفاده کرده بود. حالا من اینو کوتاه بکنم، چه اتفاقی میفته وقتی در 3 سال اخیر سازمان اطلاعات سپاه با اون گافهاش و وزارت اطلاعات که دقیق تر کار میکنه با هم یکی میشن؟ از نظر عملیاتی خبر بد برای در واقع مخالفان حکومت اسلامی اینه که احتمالاً عملیات اینها موفق تر میشه، درصدش بالا میره. خبر بد برای جمهوری اسلامی اینه که احتمال نفوذ در سیستم بالاتر از آن چیز اون افتضاحی که تا الان بود میشه، به خاطر اینکه وقتی شما مرج میکنید دو سیستم رو با هم دیگه، عاملات در هر سیستمی که باشن به سیستم بعد هم نفوذ خواهند کرد. این اتفاقی بود که سر اسدالله اسدی افتاد، او رو در واقع وزارت اطلاعات فرستاده بود ولی سازمان اطلاعات سپاه هم اطلاع داشت از عملیاتش در خاک اروپا و در نهایت اسرائیل خبر پیدا کرد و در نهایت سرویس های اروپایی اصلا میدانستند که او میرود و چه کار میکند. بنابراین من اگه بخوام این رو کاملا جمع بکنم میتونم بگم که احتمالا سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی، کل جامعه اطلاعاتی باز هم با این خلأها، با گاوهای بسیار زیادی روبرو خواهد بود، اما از نظر عملیاتی ممکن است نه علیه اسرائیل، نه علیه دشمنانی که جدی داره، علیه 4 تا روزنامه نگار، رهبر یه حزب سیاسی مخالف بتونه عملیات موفقی رو انجام بده یا بتونه در سرکوب داخلی مردم بیشتر عمل بکنه. خانم کنون وقت زیادی نداریم، همین میکنم سوال. ببینید این وزارت اطلاعات، این آقایی که راجبش صحبت داریم میکنیم، همون وزارت اطلاعاتی که الهه محمدی، نیلوفر حامدی، روزنامه نگاران رو سر انقلاب مهسا، جنبش انقلاب مهسا بازداشت کردن. اون بیانیه خفت آور رو واقعا وزارت اطلاعات داد و این دوتا رو اصلا ترسناک، خجالت آوره. این وزارت اطلاعاتی است که یک ویراستار رو بازداشت میکنه چون یک نقطه گذاشته پایین پست خامنه‌ای. من از شما سوال می‌پرسم، چطور ممکنه آخر زمان شده؟ چی شده که این وزیر اطلاعات میشه وزیر اطلاعات یک دولت اصلاح طلب؟ ببینید، اسم این کابینه رو پزشکیان گذاشته کابینه وفاق ملی. حالا خیلی بر من جالبه که این ملتی که صحبت میکنن، بیایم در نظر بگیریم تقریبا بین 6 تا 8 میلیون ایرانی دیاسپورا داره، یعنی ما هم الان عضو این ملت حساب شدیم. خانواده های این عزیزان کشته شده ای که عکساشون پشت سر من هستم جزء این ملت حساب شدن، یعنی کسانی که در این کابینه دستشون به خون این مردم آلوده هستن جزء ملت حساب شدن. این مثال ساده رو گفتم که بگم ما در واقع با یک سیستم وصل پینه ای کودکانه طرف هستیم که شاید واقعا اصلا حتی نباید اون رو جدی گرفت. جناب مهتبی آزاد، در این سیستم حالا به زعم خودشون اصلاح طلبا ادعا میکنند، تاکید میکنند رو این جمله که یک مقداری هم به هر حال بهشون تحمیل شده، یعنی به نظر میاد که یک سری اصلاح طلبی که دعوت به رای دادن هم میکردن الان عصبانی هستند که آقای پزشکیان اون کابینه ای که بسته اون کابینه نبود که ما فکر میکردیم قراره ببنده و در واقع اون اصلاحاتی که قرار بوده مد نظر باشه رو قرار نیست حالا اجرا بدن. این خیلی چیز بدی و نوعی نبود؟ مگه در دولت‌های قبلی عیناً این قضیه تکرار نشده بود؟ مگه هر از اول برنامه داریم این همه مثال نمیزنیم؟ مگه این همه مطلب در موردش در طول این سال‌ها گفته و نوشته نشده؟ ولی من فکر می‌کنم که در نهایت خیلی همین اصلا دور از ذهن نبود، اتفاقاً دقیقاً این اتفاق می‌افتاد. از قضا آقای خطیب یکی از گزینه‌هایی بود که احتمالش خیلی خیلی زیاد بود، به خصوص با توجه به اصطلاحاً موفقیتش در این بیانیه مشترکی که حالا با اطلاعات سپاه منتشر کرد در مورد این جنبش زن زندگی آزادی. حدث من این بود که دوباره برمیگرده به کابینه و در واقع کارش رو ادامه میده. نفوذش رو در بیت باید در نظر بگیرید، نوع نگاهی که قبلا گزارشات ازش نوشته شده بود وقتی که مثلا به بیت برگشته بود با کلی در واقع دستور مستقیم بوده. بنابراین من فکر میکنم با توجه به نگاه خامنه ای بهش، در واقع نگاه محبت آمیزش و سابقه ای که داشت، اصلا بعید نبود که برگرده. من فکر میکنم همینجور قابل پیش بینی هم بود به زمین من. متشکرم. متشکرم، بسیار سپاسگزارم از کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند، جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی، و فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت. راجب خیلی چیزا وقت نشد صحبت بکنیم، از جمله در مورد شکست‌های اطلاعاتی مکرر جمهوری اسلامی در مقابل داعش، گروه‌های تکفیری تروریستی که اینا اساساً مفهوم امنیت رو رها کردن، ول کردن، همه چیزو چسبیدن به دو تا شهروند منتقد. از جمله در مورد کوتاهی‌های بسیار جدی دستگاه اطلاعاتی در مبارزه با فساد سطح بالا، فساد یقه آبی‌ها. خانم آقای
مواظب خودتون باشید، خودتون دوست داشته باشید و خداحافظ.